هممیهنان عزیز و بزرگوارم، درود بر شما. به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز مهرشید 9 اردیبهشت ماه 2583 ایرانیه و 28 از ماه آوریل 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب هم میهنان عزیز و بزرگوارم، قبل از هر چیزی باید از پشتیبانی شما از ایران شهر که الان در شرایط بسیار سختی قرار گرفته و ما ممکنه نتونیم ادامه بدیم و کمک‌های مالی شما که امروز شروع شده و امیدوارم ادامه پیدا بکنه، از این کمک‌ها قدردانی بکنم. قطعاً همگی ما در یک جبهه داریم می‌جنگیم و الان بیش از هر زمانی نیازه که از همدیگه حمایت بکنیم. بسیار بسیار ممنون و متشکریم از عزیزان که کمک کردن و پیشاپیش از عزیزان و بزرگوارانی که روی دکمه سوپر ثانکس آرم قلب با نشان دلار در وسط اون کلیک میکنن و در نهایت توانشون به ایران شهر کمک میکنن تا اینکه ما بتونیم در آینده هم این کار رو ادامه بدیم و در خدمت شما باشیم. عزیزانی که نمیدونن چه اتفاقی داره میفته، واقعیت اینه که شرکت یوتیوب هم درش نفوذ کردن، سپاهی ها شروع کردن به پاک کردن و غیر فعال کردن بخش کامنت ها در ویدیوهای مختلف و احتمال زیادی داره که تلاش بکنن که فعالیت ما رو مختل بکنن تا حد زیادی. توضیحات کامل ترش در بخش قبلی پادکست امروز وجود داره، میتونید به اون مراجعه بکنید و در نهایت توانتون به ما کمک بکنید. اما بپردازیم به موضوع اصلی این برنامه که بسیار مهمه. سلام زین اخیز، سلام اخیز بار ها. یک اشتباه شو شرمنده ببخشیم، ما یه جو بلوکا قرار بود رچیم، ما قرار بود بریم اون سمت کانکسی خودم و اون ماشی اون سمت بود، یعنی جو بلوکا ردیف بلوکا گرفته بود. ما بار اول که اومدم این سمت تو بازارچه مرزی وای مثلا بار اول اونجا وای مثلا ما دیگه حالا اشتباه از ما بود، ما نمیدونستم این تیکه مال شما نه. اشتباه از ما بود، ما رو ببخشید شرمنده. آقا خودتون هست که ببخشید، ببخشید دست بود شما از چی بگید شرمنده شما. یعنی ما برادر شما، برادر همه با هم یکی. شما تو سه که ما شما جدی مرضی داریم، ما شما بخش داریم، ما شما نه پیروی داریم، ما شما بیرق داریم. آقا ما کار مشخص دیگه اولی سی حساب دیگه که الان شما دیگه شما دیگه اولی سوارات والا ما شما نه مو سروزی بود سلام سپارات بود شما میای خاک افغانستان آقا رانوان چه شده دست سلام ولی بابا سلام ولی بابا حاجی صادق فراجی صادق ولی سلام سلام مسافری ریمیر سپارات ولی پلیسای فسای شیراز هستیم، ورودی جنوب شهر، بچه فاطمیون هستن که کار تفسنجی رو انجام میدن. نمیذارم بچه باید دور شیراز برم نمیذارم برو جلو برو جلو برو حرکت خب ویدیوی اولی که دیدیم عمیانان بزرگوار، ویدیویی که با تمام خفت خاری و در کمال خفت خاری یک مرزبان ایرانی داره به یک طالب که یکی از عقب مانده ترین انسانهای کنونی کره زمینه التماس میکنه. این به خودی خود واقعا سرافکندگی بزرگی برای همه ایرانیان، بی‌تعارف بگم. و این اصولا از این سرخوردگی ملی ما برمیاد، چون ما ملتی هستیم که طی 300 سال فعالیت شیعه‌گری در ایران آخرش وا دادیم به یک نژاد عرب. اینا از عربستان اومدن، گفتن ما سید و سالار هستیم به ایرانیان، شجره طیبه هستیم، نژاد برتریم، سیدیم به ایرانیان، علنا گفتن و علنا هم در لباس پوشیدنشون، در القابشون، در نامهاشون و همه اینا اینو نشون میدن. قسمت قریب به اتفاق حکومت جمهوری اسلامی و رژیم اسلامی سید هستن، همه جا میشه رد پا اینا رو دید در حکومت، در هر جا. شما تا حالا دقت نکردید، اگه دقت بکنید میبینید با این تفاصیل که اصلا ما در ایران، در تمدن ایران، نژاد به حساب نمیاریم، یعنی هیچ کس نژاد برتر نیست.
و تمدن ایران اصلا براش مهم نیست شما از کجای جهان اومدی، مهم اینه که شما مساوی بودنت و ایرانی بودنت رو بپذیر. بسیاری از عزیزان هستن در ایران که اینا لقب سید بهشون رسیده اما خودشون برتر نمیدونن، اما کاری هم نمیتونن بکنن، نمیتونن برن ثبت احوال این رو عوض بکنن. چرا؟ چون حکومت خوشش نمیاد، ممکنه کار دستشون بده، ممکنه پاشون به اعدام کشیده بشه و خیلی از این مسائل، و قطعا کشیده خواهد شد. خب بنابراین مشکل ما اون کسانیه که علنا خودشون رو سید میخونن، برتر میدونن و نجات پرستن. این اولا. بنابراین این خفت خاری که داریم میبینیم ما که سرمون اومده از وادادن ما ایرانیانه، از آذری و کرد و لور و بلوچ و همه ما. یعنی شما نگاه بکنید از آذربایجان گرفته تا کردستان، هر جایی سیدا هستن و ما اینا رو سرور خونیم هممون. یعنی ما ایرانی ها هممون، همه اقوام ایرانی واقعا شریکیم در این. حتی در امامزاده هایی که مثل قارچ سربر آورده که در استانهای مختلف بخصوص در استانهای شمالی در گیلان و مازندران بسیار تعدادش بالاست، که اینا همهشون جنگجوانی بودن که اومده بودن ایران رو بگیرن به نفع اعراب، اینجا کشته شدن و قبر اینا که اومدن ایران رو بگیرن، زن و بچه ایرانی رو بفرستن مدینه لخت و اور به عنوان برده بفروشن و یک عرب نخراشیده شب به پر روش، اینا رو که کشته شدن در این راه ما کردیم امامزاده و مقدس. واقعا این شرمساری رو باید کلا پاکش بکنیم، کلا ما همیانان باید دست همدیگر بگیریم و واقعا به ایرانی بودنمون افتخار بکنیم و بیرون راندن همه این ناخالصی های نژادی در ایران. و ایرانیان همشون برابرن، تمدن ایران برتری نژادی رو اصلا بر نمیتابه، قبول نداره. و این رو ما از کجا یاد گرفتیم در تمدن ایران؟ از اسطوره فریدون که پس از ضحاک میاد، یعنی فریدونه که ضحاک رو شکست میده و میاد و خیلی مفاهیم مهم ملی که ما داریم از اسطوره فریدون اومده. مثلا ملیت اصلا از اسطوره فریدون اومده، عدم نجات پرستی و برابری انسانی از اسطوره فریدون اومده و خیلی مسائل دیگه. حالا نمیخوام به اون مسائل بپرزم الان، اما ویدیوهای دیگه که واقعا تکان دهنده است ایست بازرسیه که در شهر شیراز فاطمیون، یعنی تروریست های شیعه افغانی که رژیم اجیر کرده، اومدن توی شیراز ایران ایست بازرسی گذاشتن. و این دیگه واقعا نهایت بیغیرتی ما ایرانیان، و نهایت بیغیرتی. وقتی رژیم این افغان ها را آورد تا راهپیمایی بکنن در حمایت از اسرائیل، گفتن آقا شما افغان ستیزید، نجات پرست. وقتی اینا رو جمع کرد آورد تو استادیوم، 100,000 نفر براش بزنن و برقصن و بشکم بزنن، گفتن آقا شما نجات پرستید، نه افغان ستیزید. الان چی دارید بگید؟ آخه الان داستان چیه؟ این خفت خاری چجوری باید تحمل کرد این رو؟ ببینید، اما این جوانب دیگه هم داره این داستان. و الان تمام این هیاهویی که برای توماج صالحی به راه افتاده که قطعا نمایشی که رژیم راه انداخته، اشتباه نکنید، توماج صالحی جوانی مبارزیه، بلاز سیاسی من چیزی خاصی ازش ندیدم، ایستادگی داره، ایران دوسته، واقعا نهایتا همه ما باید ازش دفاع بکنیم و تلاش بکنیم برای جونش. اما الان این هیاهویی که ایجاد شده بسیار بسیار بزرگه. هیچ شکی وجود نداره که این داستان داره چیزهای دیگه ای رو تحت شعاع قرار میده، از جمله اینکه چرا فاطمیون افغان در ایران الان ایست بازرسی زدن. آقا کسی نیست در مورد این صحبت بکنه، من نمیدونم. این مهمتره که ایرانی ها رو تروریست های افغان و فردا پاکستانی و فردا یمنی باید بازرسی بکنن و زن و بچه ایرانی دستمالی بکنن. اما از صبح تا شب ما باید صحبت از این بکنیم که آقا این اعدام نشه، اون اعدام نشه. رژیم هر دقیقه میتونه یه دونه از این رو بکنه، هر دقیقه. و الان این بازی احساساته، یعنی تنها چیزی که من دارم میبینم اینه، بازی احساسات. ما نباید احساساتی بشیم و یاران ایران شهر احساساتی نخواهند شد. چرا؟ چون سیاست احساسات سرش نمیشه، واقعیت نمیشه. میگم سیاست آدمی رو میطلبه که در احساسی ترین لحظه فکر به نتیجه بازی بکنه. این سیاست مدار واقعیه و شما یاران ایران شهر باید اینطوری باشید. ببینید عزیزان، خود این داستان که الان افغان ها اومدن ایست بازرسی زدن در ایران، و این داستان که الان طالبان همکاری کامل داره میکنه با رژیم، و رژیم و شما ببینید اصلا سرباز ایرانی شده نوکر افغان، تمام اینا یک برنامه‌ریزی وسیعه. خب اولش بگم داستان چیه و سپس ببینیم ببرم که چه تبعات بزرگ و شکننده‌ای بر رژیم داره این داستان. اول اینکه دولت رژیم اسلامی با طالبان افغان
به یک تفاهمی رسیده. تفاهم چیه؟ اینکه اجازه بده طالبان که رژیم اسلامی هر چقدر شیعه افغان هست رو جذب بکنه به عنوان سربازش در داخل ایران. خب الان قش وسیع از ایرانیان دارن میرن، به خصوص قش تحصیل کرده، یا دارن خودکشی میکنن یا دارن میرن. هر کی بتونه بره از ایران میره. این جای تاسف داره، ولی به هر حال این چیزی که داره اتفاق میفته. خب اون دکتر مهندسای واقعی که لیاقت در رأس امور بودن رو دارن که کنار میذاره رژیم. چرا؟ چون رژیم اصلا آدم تحصیل کرده و با خرد نمیخواد، رژیم نوکر میخواد. این از این. بنابراین شروع کردن به مدرک دادن به آخوندها و بسیجی ها. الان بچه بسیجی های بی سواد سمت های کشوری دارن میرن. خب این از این. بنابراین یه کسایی باید جای اینا رو پر بکنه. افغان های شیعه رو طالبان اجازه دادن که بیارن در ایران و اینا رو تبدیل بکنن به لشکر علی خامنه. خب این چند تا چیز رو میرسونه. اول اینکه اگر الان فاطمیون افغان دارن ایست بازرسی میزنن در ایران، معنیش اینه که رژیم در داخل ریزش بسیار زیادی داشته و سپاهی و بسیجی حتی کم داره از خود ایران که بخواد جلوی ملت ایران بیسته. اولا. دوم اینکه رژیم الان با آوردن اینا منتظر یک موج بسیار بزرگ و کوبنده است و شکی نداشته باشید قبل از اینکه تحریم های بزرگ دونالد ترامپ وضع بشه و که احتمال بسیار زیاد من میدم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه، با همه این داستانی که راه انداختن به نظر من رئیس جمهور خواهد شد، با تمام این شرایط قبل از اینکه تمام تحریم رژیم اسلامی به اجرا گذاشته بشه در آمریکا، چون الان جو بایدن گرچه این رو امضا کرده تا حدودی زمان خواهد برد تا اینکه حتی تو اون میلی که جو بایدن داره که میل زیادی هم نداره، یعنی این تحریم‌ها که خودش گذاشته رو نصف نیمه اجرا خواهد کرد، اما همین نصف نیمه هم یه مقدار زمان خواهد برد، یکی دو ماه تا قبل از اینکه تمام این تحریم‌ها اجرا بشه و دونالد ترامپ بیاد و اینا، ما یک موج بزرگ و کوبنده و بگم بسیار خونین خواهیم داشت، بسیار خونین. یکی از دلایلش خود کاریه که الان علی خامنه‌ای کرد. ببینید اگر در موج‌های گذشته مردم سعی کردن مثلا بیان برای آب اعتراض بکنن، بعد کور شدن، کشته دادن، بعد اومدن به خاطر مهسا امینی و زن زندگی آزادی اعتراض کردن، کشته دادن و بازم زدن و داغون کردن و ایستادن، جاوید نامان زیادی تقدیم کردن، اما این بار دیگه اون راه رو ادامه نخواهند داد. این بار با دست پر میان به خیابون. این اولاً. اما حتی در موج مهسا که اونجور زدن و ایستادن، اونا همگی از خودفروخته‌های ایرانی بودن، یعنی خائنین به ایران بودن. خب گارد ویژه، سپاه، بسیج و همه اینا. اما این بار به شدت موج بسیار بسیار خونین خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه رژیم دیگه اصلا از اوباش تروریست فاطمیون افغان و زینبیون پاکستان و عراقی و اینا میخواد بیاره. نه تنها رژیم اسلامی خارجیه و فقط بلد فارسی حرف بزنه، که علنا هر خارجی دیگه اینا آورده ایرانی ها رو بکشن. اینا اصولا اگه بخوایم مذهبیشو بگیم، اینجوری که بچهای کوچه محل میگن، خونشون حلاله. یعنی اصلا اینا هیچ بحثی در مورد اینکه چجوری باید با اینا مبارزه کرد وجود نداره. قطعا موج بعدی بسیار بسیار خونین و کوبنده خواهد بود و مردم ایران آماده باید باشن برای این داستان. یکی از دلایلی که این موج خونین خواهد بود همین کاری که علی خامنه‌ای کرده، رفته افغان آورده و شما میدونید حتما لبنانی و پاکستانی و دیگران هم آورده و خواهد آورد. بنابراین این موج به این دلیل خونین خواهد بود. مسئله دوم این داستان چیه؟ مسئله دوم این داستان این که رژیم ریزش داشته. اگر یادتون باشه در تاریخ 15 اسفند 1397 موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران گفته بود اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، هشت و شعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که خود سپاهی‌ها و بسیجی‌ها دیگه حاضر نیستن انقلاب رو، یعنی انقلاب اسلامی رژیم رو یاری بکنن. این معنیش اینه. چرا؟ چون الان این چیزا که داریم میگه داریم میام می‌بینیم. الان فاطمیون افغان رو داریم می‌بینیم. یا مثلا حزب الله لبنانی و اینا رو ما دیدیم تو اعتراضات اخیر. خب بنابراین این چیو می‌رسونه؟ اینکه رژیم اولا فرو ریخته. دوم اینکه الان عواملی رو آورد در ایران که این به خودی خود به ملت ایران این اجازه رو میده که با نهایت توانشون اینا رو از سر را بردارن در موج بعدی. چرا؟ چون اینا خارجی هن. یعنی هیچ دولت حکومتی که واقعا مشروعیت ملی داره نمیره از کشورهای دیگه آدم کش بیاره که مردم اون کشور رو بکشن.
هر کس این کارو بکنه مشروط خودشو از دست داده در نظر تمام جهانیان. حالا ممکنه ولادیمیر پوتین بیاد زر بزنه ولی مهم نیست. اصلا اهمیتی نداره. بقیه دنیا به خصوص جهان پیشرفته مهم. بنابراین اینا نشانه های چیه؟ ببینید تمام اینها آوردن افغان ها، انتخابات، نمیدونم تمام این مسخره بازی که درآوردن و این سیرکا که برگزار میکنن، تمامی اینها نشانه های ظهور موج بعدی. به خصوص این احکام که صادر میشه و سر صدا ایران میفته، همگی پوشش های برای کارهایی که رژیم داره میکنه، به خصوص برای اینکه نور صحنه رو از روی پهلوی منحرف بکنه و افرادی رو انتخاب میکنه که بسیار معصومن و بسیار مرگشون دلخراش خواهد بود و احساسی خواهد بود برای ملت ایران، مثلا مثل توماج صالحی و عزیزان دیگه که الان حکم اعدام گرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه احساساتی بکنه ملت ایران رو. اما هیچ کدوم از اینها از اصل موضوع ملت ایران رو منحرف نمیکنه. واقعیت اینه خود این اقدامات الان برای ملت ایران غیر قابل تحمل شده. الان میلیون ها افغان وارد ایران شدن در حالی که ملت ایران خودشون آه ندارن که با ناله صدا بکنن. این وضعیت رو ما نمیتونیم تحمل بکنیم. یعنی ما نمیتونیم 5-6 میلیون افغان داشته باشیم در حالی که خود بچه های ما در کردستان، در سیستان و بلوچستان کفش ندارن بپوشن. الان در کردستان بچه های 10-12 ساله برای امرار معاش و برای اینکه شکم خودشون و خانواده‌شون سیر بکنن کولبری میکنن و تیر هم میخورن مثلا. یعنی ببینید این وضعیت رو نمیشه تحمل کرد. موج بعدی قطعا در راه، هیچ شکی نداشته باشید، و موج بعدی بسیار بسیار کوبنده و خشن خواهد بود. آماده این باشید و اینو بدونید، گفتمانتون رو باید بسیار قرص و محکم بکنید. اگر شما میرید به مبارزه، اگر میرید به خیابان، اگر میخواید واقعا جلو اینا بیستید با هر وسیله‌ای که دارید، شما باید یک تعریف مشخص در ذهن خودتون و برای هر کسی دیگه از ایرانی بودن خودتون داشته باشید. من کردم ایرانیم، من آذریم ایرانیم، من بلوچم ایرانیم، من گیلک و مازندرانیم ایرانیم. حتی اگر به شما لقب سید دادن اما خودت ایرانی میدونی و خودت رو برتر از بلوچ و کرد و لور و آذری نمیدونی، شما هم ایرانی هستی. تمدن ایران این رو میپذیره. اما اشکال اون زمانی به وجود میاد که یک نژاد برتر خودت بدونی، خودت رو پیوسته بدونی به یک جایگاه بالا، ایران رو ملک خودت بدونی و اولاد علی بدونی، اون وقت تو ایرانی به حساب نمیای و علنا و عملا دشمنی. منتظر موج بعدی باشید، چون این رو بدونید قطعاً این داستان افاقنه در ایران موج بسیار کوبنده و خونی رو به راه خواهد انداخت که ما باید از همین الان منتظر توضیحات بجایی برای اون باشیم. پایدار و سرفراز ایران و ایرانی، جاوید شاه، تا با خبر بعدی، بدرود.